من در صحبتی که در اینجا خواهم کرد به دو به اصطلاح حوزه خواهم پرداخت، به دلیل اینکه اینجا ما در خانه هنرمندان هستیم و به هر حال روی کردی که میخوام وجود داشته باشه تا یه اندازه زیادی به هر حال باید در نظر گرفته بشه که ما در یک میدان هنر هستیم. سعی میکنم که بحثم رو در چارچوب هنر هم قرار بدم، ولی طبعا دعوت که از من کردن به عنوان یک جامعه شناس هست، به عنوان یک انسان شناس هست، موضوعی هم که من بهش میپردازم از همین دیدگاه هست. بنابراین حالا دو نکته است که من در اینجا بهش خواهم پرداخت. نکته اول مسئله هنر هست، بخشی از اینا در فیلم هم گفته شد. هنر و به طور خاص فرض بکنید نقاشی در اینجا، و اگر بین هنرهای مختلف ما بخوایم صحبت کنیم، اون چیزی که در ایران میشه در چارچوب تحلیل برد به خصوص در مورد زنان ولی همینطور در مورد مردان، نقاشی و موسیقی هست. بنابراین در اینجا یکی از بحثایی که من خواهم کرد استراتژی هنری به عنوان ابزار مقاومت هست یا ابزار مبارزه. مبارزه با چی میشه؟ طبعا با مردسالاری و پدرسالاری در یک جامعه مردسالار و پدرسالار طبعا مبارزه در درجه اول باید با شرایطی که فرد زیر فشار هست انجام بگیره. پس هنر به مثابه یکی از استراتژی ها در اینجا بررسی میشه، منتها چرا نقاشی و در چه سازوکارهای نقاشی میتونه در داخل این استراتژی زنانه قرار بگیره که این استراتژی زنانه یک استراتژی نسبتاً متأخر هست و در جامعه ایران بسیار متأخر است، به دلیل اینکه حالا توضیح خواهم داد که جامعه ایران جامعه هستش که موسیقی هرچند درش سابقه زیادی داره، نقاشی درش سابقه ای نداره به دلایلی که خواهم گفت. و استفاده از ابزار هنر که لزوماً ربطی به این نداره که ما صحبت از این بکنیم که پس چون از هنر استفاده میشه و به عنوان ابزار مقاومت پس ذات هنری در اینجا غایبه، چنین چیزی نیست. یعنی این دو در تضاد با هم نیستن. از بحث من همچنین برداشتی نباید کرد، و ولی تأکید دارم که چنین سوء تفاهمی رو ایجاد نکنه. بنابراین جنبه زیبایی شناسی و استتیک در یک طرف قضیه است، جنبه مقاومت مبارزه با شرایط فشار مردسالارانه و پدرسالارانه که در جامعه ما و خشونت آمیزی که در جامعه ما علیه زنان وجود داشته و وجود داره بحث دیگه است. دومین مسئله هم یک استراتژی عمومی حضور اجتماعی است که این استراتژی عمومی حضور اجتماعی لزوماً به مسئله هنر ربطی نداره. این روی دو موضوع من در اینجا، خب چون موضوع خیلی گسترده است، روی دو واژه من صحبت خواهم کرد. سعی می‌کنم تفاوت این دو رو بگم و بعد رابطه‌اش رو با نقاشی هم توضیح براتون بدم. یکی بحث دیده شدن هست یا رویت شدن. من در متن کوتاهی که نوشتم مرئی شدن، که این به هر حال ترجمه هستش برای مفهوم ویزیبیلیتی، ویزیبل شدن. ویزیبل شدن یعنی دیده شدن، این که زن دیده بشه. و بعد صحبت خواهیم کرد رابطه دیده شدن و دیدن چی هست و چطور این از نقاشی باید عبور کنه. زنی که چیزی نمیبینه نمیتونه این رو از خلال یک سیستم هنری دیدن که نقاشی یا عکاسی عبور بده. بنابراین
اون طرف قضیه دیده هم نمیشه و بالعکس. و بحث دیگه حضور هست، حضور یا پرزنس، که هر دو اینها در جنبه اجتماعیش هست که من بهش میپردازم. رویت شدن یا دیده شدن یا مرئی شدن اجتماعی برای زنان و حضور اجتماعی برای زن. استدلال من این خواهد بود که زنان در یک دید بسیار دراز مدتی به طرف گذشته از لحاظ تاریخی به نوعی حضور داشتند همیشه در سیستم اجتماعی، از طریق استراتژی های متفاوت زنانه که به اونا اشاره خواهم کرد و حضور دارن. اون چیزی که مورد سواله لزوماً حضور نیست، بلکه شکل حضوره، مکانیزم های حضوره، سازکارهای حضوره. ولی برعکس در اون چیزی که مربوط میشه به مرئی بودن، مرئی بودن در مورد زنان وجود نداشته یا بسیار کم وجود داشته. زنان به محض اینکه از حوزه‌ای که ما بهش میگیم حوزه کودکی یعنی نقش کودک خارج میشدن، وارد حوزه‌ای میشدند که حوزه دیده نشدن بوده، رویت نشدن بوده. خب این که هنوز هم مثلا ما در سیستممون این را داریم که بلوغ رو برای زنان یا سن ازدواج رو برای زنان 9 سالگی در نظر میگیرن، این خب علاوه بر مسائل تاریخی که برمیگرده به منشأ این مسئله، در این هم هست که زنان اصولا در حدود این سن هست که از موقعیتی که ما بهش میگیم موقعیت کودکی خارج میشه. شکل بدنی، شکل کالبدی زن شکلی است که در این حدود از موقعیت کودکی خارج میشه. زن دیگه به عنوان کودک تعریف نمیشه، به عنوان زن تعریف میشه. و جوامع انسانی از قدیمی ترین دوران مکانیزم هایی داشتن به دلایلی که خواهم گفت و انسان شناسی رو اینا مطالعات زیادی کرده، که اگر حتی به کودکان که دیگه اینجا کودک در واقع یک تصویر بدون جنسیت هست، اگر به کودک اجازه رویت شدن بده ولی به زن اجازه رویت شدن نده. زن به محض اینکه در چارچوب زن بودگی قرار میگیره از سیستم رویت خارج میشه، دیگه کسی رو نباید ببینه. زن باید منتقل شه به داخل خونه، زن باید بره در پشت اشکال متفاوت پوششی، که این اشکال متفاوت پوششی در حقیقت یکی از مکانیزم های اصلیش از بین بردن مرئی بودن هست، از بین بردن فردیت سوژه زنانه هست. و وقتی که ما الان خب سال هاست دارم من در این مورد بحث میکنم که میگیم که سیستم پوششی که در ایران دائم ازش صحبت میشه که زنان ازش تبعیت کنن، منجر شده به یک سیستم پوششی که خب اینجا همه خانوم هایی که اکثریت دارن در اون قرار دارن، همه چیز هست جز اون چیزی که قراره باشه. این سیستم نه تنها مرئی شدن رو از بین نمیبره، بلکه مرئی شدن رو مضاعف میکنه. دقیقاً هدف معکوسی با اون چیزی که در ابتدا بوده. بنابراین اینکه ما حالا بگیم این بحث با بحث پوشیدگی متفاوته، دقت داشته باشین. پوشیدگی در واقع برای این هستش که تقلیل بده یا به طور کامل سیستم مرئی شدن رو از بین ببره. مثلا وقتی ما در یک سیستم بسیار بسیار پدر سالار هستیم، مرد سالاری هستیم که بسیار قوی هست، مثلا فرض بکنید کشورهای عربی، فرض کنید شمال آفریقا، بعضی از کشورهای عربی شمال آفریقا یا منطقه خاورمیانه یا بعضی از نقاط حتی جنوبی کشور خودمون،
در اینجا همونطور که میبینید سیستم پوششی به دنبال پوشش کامل هست، یعنی در واقع تبدیل زنانگی به یک شیء نامرئی یا شیئی کردن زن از طریق تبدیل کردن زن به پوشش. معنای این چیه؟ معناش اینه که سوژه در اینجا بین سوژه آ و سوژه ب تفاوتی وجود نداره، اون چیزی که ما میبینیم صرفاً یک پوشش هست که میبینیم، یک کالبدی هست که در زیر یک پوشش قرار گرفته. خب در جاهای این اتفاق افتاد، مثلا در افغانستان نمونه بارزشه. همه شما این تصویر به اصطلاح این تصویر خیلی رایج رو از سیستم طالبان دارید که زنانی که در اون سیستم به اصطلاح لباس سنتی افغان قرار می گرفتن که رنگ آبی داشت خیلی وقتا. ما در اونجا در واقع زنان رو نمی بینیم، ما کالبدهای نامرئی رو می بینیم که به دلایل کاربردی چون باید وارد سیستم اجتماعی بشن، بنابراین بسته‌بندی میشن و وارد سیستم اجتماعی میشن. این در واقع یک نوع بسته‌بندی است. خب اگر از این سیستم ما بیایم بیرون، مثلا بیایم مثال الان ایران رو بگیریم، مثال ایران رو بگیریم در همین چند دهه‌ای که مسئله پوشش به صورت سخت‌تری مطرح شده، چه اتفاقی عملا افتاده؟ نه تنها زنان تبدیل نشدن به اون بسته های کالبدی و غیر قابل تشخیص، بلکه با استراتژی های زنانه بسیار گسترده این بسته رو اونقدر درش کار کردند که هویت دو مرتبه به شکل کامل ساخته بشه. در واقع میشه اگه من بخوام تمثیلی بزنم، البته چون فرصتم که من زیاد اینا مباحث هم حساسه هم باید مصداق زد، در واقع قرار بر این بود که لباس اونقدر روی زن تأثیر بگذاره که زن رو نامرئی کنه. استراتژی زنانه در اینجا چی بود؟ این بود که لباس رو جزء اندام خودش کنه و اون رو نامرئی کنه و خودش رو مرئی کنه. این اتفاقی است که افتاده. البته خب فهمیدن این مقدار مشکله، حتی برای افراد انتلکتوئل. طبیعی است که برای افراد غیر انتلکتوئل کاملا غیر ممکنه. بنابراین وقتی ما میگیم لباس تبدیل به بدن شده، چی نمیفهمم؟ یعنی چی؟ من میگم استراتژی زنانه این بوده که لباس رو تبدیل به بدن خودش کنه و در واقع لباس هایی که زنان ما دارن جزی از بدنشون هست، بسیار بیشتر از اون چیزی که ما در یک سیستم عادی مثلا در اروپا میبینیم یا در آمریکا میبینیم، که در اونجا لباس تزیین بدن هست نه جزی از بدن. به نظر شما ممکن برسه این یک چیزه، یک چیز نیست. در اروپا لباس تزیین بدنه یا سیستم‌های یونیفورمازیسیون بدنه، یعنی یکسان‌سازی بدنه، مثل زمانی که مثلا در یک شغلی مثل پرستاران یک لباس یونیفورم می‌پوشن برای که شغلشون رو نشون بدن. اون لباس یونیفورم، لباس‌های دیگه‌ای هست برای تزیین بدن به کار میره، لباس‌های دیگه‌ای هست برای موقعیت‌های استراتژیک در روابط بین کنشی، حالا بین زنان یا بین زنان و مردان به کار میره، و برهنگی که خودش یک سیستم در واقع پوشش. این که برهنگی سیستم پوششه باز یکی از بحث‌هایی است که باید کلی در موردش توضیح داد تا دوستان ما متوجه شن، به دلیل اینکه این به این سادگی قابل متوجه شدن نیست. به ظاهر برهنگی نمیتونه پوشش باشه، در حالی که برهنگی میتونه پوشش باشه و پوشش میتونه برهنگی باشه. ما میتونیم در برهنگی اروتیسم نداشته باشیم و در پوشش اروتیسم داشته باشیم. مثالی میزنم در از بوردیوت که در همین کتاب بوردیو که به صورت تکه تکه من دارم ترجمه میکنم شما میتونید ببینید، مثالی است از مانه یک انقلاب نمادین. این کتاب معروف بوردیو است، درس بوردیو است در مورد مانه. خب چون اینجا بحث نقاشی هم هست میشه بهش اشاره کرد.
که در این کتاب بوردیو از یک نویسنده، الان از ذهنم رفته، برای نویسنده معروف فرانسوی قرن 19 این کنم یا ابتدای قرن 20 مثالی میزنه از مدل‌هایی که برای نقاشان قرار می‌گرفتن، مدل‌های زنی که برای نقاشان قرار می‌گرفتن، برهنه می‌شدن و نقاشان نه، برای شاگردایی که قرار می‌گرفتن و از روشون نقاشی می‌کرد. و یک حکایتی رو میگه از قول اون نویسنده که خیلی جالب هست، که بوردیو می‌خواد در اینجا بگه که نگاه در واقع زیباشناختی چه تفاوتی با نگاه مرد سالارانه داره. توضیحی که میده چیه؟ اینه که در این حکایت زنی که مدله و خب نشسته در یک جایی و برهنه است و افراد دارن از روش نقاشی میکنن در یک به اصطلاح آتلیه‌ای که شاگردان هستن، این زن یک باره متوجه میشه که از بالای سرش، از که یک پنجره هست، یک مردی در دوردست از پنجره داره به اون نگاه میکنه و در مقابل چشمان حیرت زده همه مردانی که در اون جلسه هستن، به سرعت از جاش بلند میشه و میدوه به طرف لباساش و زود خودش رو میپوشه. خب و بوردیو سعی میکنه این حرکت رو تحلیل کنه. این حرکت دلیلش چیه؟ دلیلش اینه ما با دو تیپ از نگاه، با دو تیپ از رویت شدن سر و کار داریم که کاملا با هم متفاوت است. اونجایی که اون زن در مقابل شاگردان قرار گرفته، در حقیقت به هیچ عنوان این بحث یک بحث اروتیک نیست، در حالی که یک نگاه بیرونی این رو اروتیزه میکنه. این اتفاق در مورد لباس و در مورد عدم لباس هم کاملا قابل تحلیله، که چون فرصت نیست من از اون میگذرم. تاریخ رابطه جنسیتی در ایران، رابطه زن و مرد در ایران و در جهان از بسیار دور شروع میشه. فرانسواس هریتیه که یکی از به اصطلاح انسانشناسان خانوم و بسیار قدیمی هستش، قبلا رئیس آزمایشگاه انسانشناسی اجتماعی فرانسه بوده در کالج دو فرانس، این بحث رو معتقده که این تفاوت رابطه زن و مرد و سلطه مردانه بر زنان برمیگرده به در واقع شروع انسان شدن انسان، یعنی حدود 4 میلیون سال پیش. و خب این به صورت مختلف این تایید شده. از جمله اختلافات ما با فمینیست ها این است که باور به یک دوران خیالی دارن به نام زنسالاری که هرگز وجود نداشته، هیچ آدم این رو جدی نگرفته در طول تاریخ علم، هرگز زنسالاری در هیچ جا وجود نداشته. چیزی که ما داشتیم زن تباریس یا مادر تباریس که یک چیز دیگه است، یعنی تشخیص تبار افراد از طریق مادرش. خب فرانسواز اریتیه و دیگران چطور این رو توضیح میدن؟ چرا چنین اتفاقی میفته؟ چرا مردان بر زنان مسلط میشن؟ چیزی که ما لزوما در سیستم بیولوژیک نمیبینیم. علتش در این است که یک تقسیم کار اولیه اتفاق میفته، انحراف فرهنگی. بنابراین انحراف فرهنگی که اتفاق میفته در داخل سلطه مردانه، به قول بوردیو سلطه مذکره که اتفاق میفته. اما دقت کنید که انحراف فرهنگی در واقع در تضاد با تفاوت بیولوژیک قرار نداره. تفاوت بیولوژیک در سیستم بیولوژیک هم وجود داره، بین جانوران هم وجود داره، بین انسان و بین زن و مرد هم وجود داره. این ربطی به سلطه مردانه نداره. سلطه مردانه ریشش در تقسیم کار فرهنگیه که به شغل برمیگرده یا به نقش به اصطلاح انسان‌ها در باز تولید سیستم مادی برمیگرده. مردی که شکارچی میشه و
زنی که به دلیل عمدتاً بیولوژیک باید در یک نقطه بمونه یا در سیستم موتور، در سیستم حرکت دچار در واقع چی میشه؟ دچار کندی میشه، مجبور خودش رو نگه داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه باید بچهش رو نگه داره. حتی در این مورد انسانشناسان روی سیستم آناتومیک هم بحث کردن. یکی از اتفاقاتی که میفته وقتی از که هومو ارکتوس درست میشه، انسانی که راست قامت میشه، دست های انسان وقتی باز میشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمه، خیلی اتفاق میفته. تمام تفاوت ما با چهار پایان اینه که ما دو پا هستیم و دو دست، نه همه ولی به هر حال اکثریت اینجوری هستن. و خب وقتی دو تا دست آزاد میشه چه اتفاقی میفته؟ انسان از این دو دست استفاده میکنه برای چی؟ برای محافظت از کودک. و کی استفاده میکنه در درجه اول؟ زن. اگر ولی موضوع رو برعکس ببینید، نمیدونم تا حالا میمون دیدید که با طولش حرکت میکنه؟ بچه های میمون چطوری مادر خودشون رو بغل میکنن؟ بچه ها هستند که بغل میکنن، نه مادر، چون مادر از دو دستش باید استفاده کنه برای راه رفتن. بچه ها باید مادر رو بغل کنن. اینجا رابطه معکوس میشه، مادر هست که بچه ها رو بغل میکنه. مادری که بچه رو بغل میکنه ثابت میشه، مرد شکارچی متحرک میشه. مرد شکارچی تبدیل میشه به مرد جنگجو. سلاح شکار تبدیل میشه به سلاح جنگ. خشونت به عنوان ساختار مردانگی شروع میکنه به تولید شدن و باز تولید شدن. خشونت که بعداً تمام اجزای زندگی انسان رو پر میکنه. همین خشونت که شما اینجا میشنوید، صدای فوتبالی که از بیرون داره میاد، این یک خشونت مردان است. ولی اینکه زنها داد بزنن، چون زنها در حالت عادی اینجوری داد نمیزنن. این خشونت مردانه که در یک بازی مردانه افراد داد میزنن، افراد خودشونو بیرون میریزن و داد زدن یکی از اشکال ذهنی ابراز خشونت است. خب میبینیم که از پنجره های این اتاق هم عبور میکنه، وارد یه اتاق میشه که اکثریت درش زن هستن. این که اکثریت در اینجا زن هستن و این که اکثریت در اونجا مرد هستن اتفاقی نیست. مسئله در این هست که الان در کشور ما چندین سال، من چون خودم دانشگاه هستم، 20 سال دانشگاه هستم، تام به شما بگم یک تقسیم کار جدید اتفاق افتاده. البته چون ما نفتی هم هستیم، یعنی پولش هم داریم، همه چیزهای دیگه، مردان میرن دنبال پول، زنان میرن دنبال فکر. در نتیجه مردانی دارید که موفقیت براشون پول دار شدنه و زنانی دارین که موفقیت براشون به تحقق رسوندن خودشون هست. حالا نه لزوما اینکه بیرون به تحقق برسن، ولی به هر حال این یک تیپ خیلی روشن استراتژی زنان است. بگذارید مردان کار کنن، پول در بیارن و دلشون خوش باشه که اونها هستند که دارند حکومت میکنن. در زمانی که اونها دارن صبح پا میشن و میرن کار میکنن، ما هم صبح پا میشیم و میریم نمایشگاه نقاشی، میریم خانه هنرمندان، میریم در جلسات مختلف شرکت میکنیم یا میشینیم نقاشی میکنیم و غیره. یه مقدار اینجا ما برمیگردیم به یونان باستان. در یونان باستان همین بود، منتها اونجا مردان بودن. در یونان باستان برده ها صبح پا میشدن میرفتن تو مزرعه کار میکردن، آزاد مردان بلند میشدن میرفتن ورزش میکردن. و یونانی ها این رو به شکل تئوریک هم دروردن، میگن مرد آزاد کار نمود بکن، کار برای بردگانه، مردان آزاد یا باید ورزش بکنن و یا باید برن به کلاس های فلسفه. تقریبا خیلی فرق نداره، الان اینجا هم داره، یا ورزش میکنن یا میرن کلاسای فلسفه و کلاسای هنر و غیر و غیر. و اتفاقا این از دوره یونان باستان هم این بود که مردانی که مثل زنان رفتار میکنن باید شبیه زنان هم بشن. به این موضوع فکر کنیم، چرا یونانی ها وقتی ورزش میکردن، چرا یونانی ها وقتی ورزش میکردن بدن خودشون رو میتراشیدن؟
و برهنه ورزش میکردن، مردان یونانی. و در استادیوم ها مثل امروز ورود خانم ها ممنوع بود. شاید این ندونید در استادیوم های یونان باستان زنان حق ورود نداشتن، ولی دلیلش این نبود که مردها پاشون لخته، دلیلش این بود که مردان مطلقاً برهنه بودن و بدنشون مطلقاً بدون مو بود. در اینجا بدون مو شدن با زن شدن و برهنگی با برهنگی اروتیکی که در همون زمان وجود داره یک رابطه کاملاً دیالکتیک داره که در تاریخ بسیار در موردش بحث شده. برمیگردم به بحث استراتژی زنانه. استراتژی زنانه لزوماً استراتژی آگاهانه نیست و به دلیل استراتژی زنانه لزوماً زنان وضعیت بهتری پیدا نمی‌کنند. می‌بینید که ما دائماً در داخل سیستم‌هایی هستیم که به نظر می‌رسه که جواب مسئله رو خیلی راحت می‌تونیم پیدا کنیم، در حالی که چنین چیزی نیست. مفهوم زن شیاد، می‌دونید که آرکتایپ سرنمونه شیادی زن، زن شیاد، زن خائن در متون مذهبی زرتشتی ما شخصیتی که دارید که بهش میگن پتیاره بزرگ، پتیاره بزرگ، پتیاره بزرگ دختر اهریمن که وقتی اهریمن از هوش میره، میره و بر پیشانی پدرش بوسه میزنه و بیدارش میکنه و این سرنمونه شرارت زنانه است که شما در مفهوم گناه اولیه در سیستمای به اصطلاح متون دینی دیگه هم میبینید. زن هست که سیب رو میده به مرد، از جانب کی میده؟ از جانب شیطان. خب چرا این شکل میگیره؟ دقیقا این واکنش مردانی است که قربانی استراتژی زنانه شدن. من همیشه این جمله رو میگم، جمله خیلی خوبی هستش و اون جمله اینه که مصیبت هر مردی اینه که در ابتدای او یک زن هست. این به قول معروف میگن یک چیزی که هیچ مردی نمیتونه ازش رهایی پیدا کنه. مردان به همه زنان میتونن فحش بدن جز به یک زن. حدس بزنین کیه؟ مادرشونه. برای که هر مردی از یک زن منشأ گرفته و این رو در فرانسواز اریتی ها بسیار دیگه از جمله روانکاف ها بسیار مطالعه کردن. انسان ها هرگز نتونستن، مرد ها هرگز نتونستن این عقده رو فراموش کنن. بنابراین برای اینکه این عقده رو فراموش کنن ازش یک جمله باز معروف در اومده که توی فولکلور، ببخشید من جمله رو میگم، و اونم که همه زن ها فاحشن به جز مادر من. این به صورت‌های مختلف در ادبیات هست، در هنر هست، در زبانزدهای مردمی هست و غیر. این یک ساختار مردانه خشونت و این ساختار مردانه خشونتی که ویزیبیلیتی رو تخریب میکنه، حضور رو به حداقل ممکن میرسونه. چرا گفتم زنان حضور دارن؟ به دلیل اینکه زنان از طریق خود مردان حضور دارن. مردان فرزندان اونو هستن، سرانشون هستن، بچه هاشون هستن، مردان همسران اونها هستن و تمام تاریخ سیاسی نقش قدرتمند زنان رو در به اصطلاح ساختارهای سیاسی نشون. اما بعد از به اصطلاح دوران مدرن ما میرسیم به زمانی که به دلایل مختلفی زنان به دلایل عمدتاً کاری که در ایران وجود نداره وارد سیستم اجتماعی میشن. زنی که وارد سیستم اجتماعی میشه در دوره صنعتی شدن، ابتدا مطالباتش مطالبات کاملا اقتصادیه، یعنی اینکه حقوقش برابر مردم بشه، یا حتی مطالبات زنانه است، اینکه بهش فرصت داده بشه که به مادری خودش هم برسه. اما بعدن این مطالبات افزایش پیدا میکنه تا امروز که میبینین زنان به دنبال برابری مطلق و تغییر سیستم‌های ساختاری در سطح کل جامعه هستن. خب یعنی زنان دیگه صرفاً حضور رو نمیخوان، بلکه
حضور فعال رو میخوان، نه حضور منفعل، نه حضور غیر مستقیم. حضور غیر مستقیم یعنی حضور زنانه در سیستم مردانه از طریق نمایندگان زن که پسرش هست، همسرش هست، برادرش هست. ولی حضور مستقیم یعنی چی؟ یعنی زنی که جایگزین پسرش میشه، جایگزین همسرش میشه و جایگزین پدرش میشه، در داخل سیستم تبدیل به یک سوژه زنانه میشه، سوژه شناسای زنانه که بر اساس رفرنس به یک مرد تعریف نمیشه، بلکه بر اساس خودش تعریف میشه. خب طبیعی است که سیستم مردانه‌ای که هزاران سال و بلکه میلیون ها سال شکل گرفته به این راحتی نمیپذیره. باز بوردیو جمله معروفی داره، میگه زنها امروز در حال پس دادن مجازاتی هستند، انتقامی هستند که مردها میخوان ازشون بگیرن به دلیل شکستی که در خانه از مردها خوردن. در سیستم اجتماعی مردها میخوان انتقام بگیرن از اونا برای که در خونه باختن. چرا مردها در خونه باختن؟ به دلیل اینکه بعد از سیستم سنتی شدن مردان هرچه بیشتر و بیشتر مجبور نقششون رو در خونه تغییر بدن، نقش رئیس کل خانه بودن و اینکه زن در نقش خدمتکار باشه در واقع این از بین نمیخوام بگم زنان الان این کارو نمیکنن، ولی به مراتب میزان مشارکت مردانه افزایش پیدا کرده. امروز اینکه یک مردی در خونه کار کنه اصلا یک چیز غیر قابل تصوری نیست. اینکه یک زن به مرد بگه امشب تو میمونی خونه و بچه رو نگه میداری و من میخوام برم خانه هنرمندان و مثلا یک کار هنری انجام بدم یا یک کار علمی انجام بدم اصلا چیز عجیبی نیست، یک چیز شوکاوری نیست. ولی 50 سال پیش هم عجیب بود هم شوکاور بود، هم زن از جانب زنان دیگه هم مورد حمله قرار گرفت، از جمله از جانب خواهر شوهر و چون مادر شوهر و غیره. اون بر اون بر مورد میگم زنی که شوهر داره شوهرشو ول نمیکنه بره، مثلا آگهی بود زمان شما یادتون نیست، یه آگهی بود با هم یه شعری هم داشت اینجوری بود که زنی که شوهر داره نمیدونم همچین کار نمیکنه، آگهی با مزه هستش. خب این همون رو نشون میداد. خب در چنین حالتی برسیم به هنر چون وقت منم داره تموم میشه. سیستم ایرانی در حوزه نقاشی سیستمی هستش که اصلا وجود نداشت. علتش مشخصه، علتش برمیگرده به یه بحث خیلی طولانی که رابطه دینی هست که در ادیان ایرانی وجود داشته، دین زرتشت و بعد اسلام، که این رابطه یک رابطه آنتروپومورفیک یا انسان شکل‌گرا نیست. در اسلام و قبل از اون در دین زرتشت ساسانی لااقل خدا شکل نداره. چون خدا شکل نداره کشیدن شکلی برای خدا مجاز نیست. بنابراین سیستم‌های ایرانی از پیش از اسلام تا بعد از اسلام میرن در حوزه‌های غیر فیگوراتیو. چرا در ایران گرافیسم انقدر قویه و نقاشی قوی نیست؟ برای که گرافیسم بیشکلیست، باز تولید حیات نیست. شکل در اینجا ابسترکشنی هستش که ربطی به موجود جاندار نداره. بنابراین تمام معماری ایران رو ببینید، تمام سیستم های مختلف ببینید، حتی زمانی که خیلی خجالتی ایرانی ها وارد نقاشی میشن چی رو به وجود میارن؟ مینیاتور رو به وجود میارن، یعنی فرمی که از همون ابتدا در واقع مخالف شکل‌های واقعی است. افراد کوچک شدن، افراد در پرسپکتیو وجود نداره. این پرسپکتیو وجود نداشته البته در اروپا هم هست، ولی در سیستم ایرانی پیچیدگی بسیار زیاده. ولی ما در کجا به اوج میرسیم؟ در گرافیسم، در قالی، در باغ، در ترکیب فضاها و در شعر، و در شعر، در ریتمیک، نه در مفهوم شعر. برای که در مفهوم شعر، شعر فارسی ممکن است خیلی از سیستم های دیگه ضعیفتر باشه، ولی ریتمیک شعر فارسی در جهان تقریبا بی نظیره. ما مثالی مثل
در واقع مولوی نداریم و ابهام شعر فارسی که همین لایه‌های گرافیسم معنایی است، یعنی لایه‌هایی که روی همدیگه رفته و ایجاد معنا و ساختمان شعری کرده. خب در چنین حالتی هنر بدون اینکه جنبه‌های زیبایی شناسی خودش رو از دست بده تبدیل میشه به یک ابزار جدید برای حضور. اتفاقا من در اینجا چون این فیلم رو دیدم، فیلم بسیار خوبی است که توصیه میکنم ببینید، به نام ترقه، آقای دامنزن ساخته، در مورد چند زن روستایی هست که اینا از بچگی به موسیقی علاقه داشتن و پدر مادرشون نمیذاشتن اینها برن و ساز بزنن و آواز بکنن و اینا مخفیانه ساز یاد گرفته بودن. میدونن که این ساز یاد گرفتن و آواز خوندن در خانواده های اشرافی ایرانی به وسیله زنان از همون دوره مشروطه و قبلش وجود داشت و این کار رو هم زنان مخفیانه میکردن. خب در چنین حالتی پرسش اساسی اینه، من چون فکر میکنم که وقت زیاد نیست، متوجه زمان هستم، بله متوجه زمان هستم ولی 30 ثانیه بیشتر از 40 دقیقه هم نگذشت. در سیستم های موسیقی و نقاشی زنی که میره به طرف هنر سوال اینه آیا به دلایل ذائقه و تمایل و استعداد و سیستم حسی هست که او رو به طرف هنر میکشه یا به دلیل استراتژی؟ پاسخی که در اینجا من میتونم بدم، البته بعد در سوالات میتونم بازش کنم، این هست که به هر دو، به هر دو دلیل. اینا از هم جدا نیست. زنی که ساز میزنه و آواز میخونه به نظر شما چی میشنبه؟ قاعدتا صدای موسیقی و صدای آواز. اما این صدای موسیقی و این صدای آواز از کجا داره بیرون میاد؟ از بدن خودش. بنابراین این زن در تولید هنری که انجام میده خودش رو بازسازی میکنه، باز تولید میکنه، خودش رو به اثبات میرسه. علاوه بر خودش، صدای موسیقی و صدای آواز زن رو در یک شعاع نسبتا طولانی، حالا بس بسته به اینکه چقدر اون صدا بره، حضورش رو گسترده میکنه. به همین جهت هست که اون کسانی که خب خیلی متعصب هستن از قدیم میگفتن که وقتی زنان صحبت میکنن انگشتشون هم بکنن تو دهنشون که صداشون رو کسی نشنوه. علتش این بود که وقتی یک زنی انگشتشون میکنه تو دهنش به عنوان سوژه از بین میره، صدایی که بیرون میاد دیگه صدای او نیست، نه برای خودش نه برای دیگران. همین در مورد نقاشی هم هست. وقتی زن نقاشی میکنه در واقع تصویر و رویتی رو میسازه، دیده شدنی رو میسازه که این دیده شدن او رو میبره در درون سیستم اجتماعی. وقتی یک خانومی که نقاشی کرده این نقاشی میره توی جامعه و میره در یک دیوار آویزون میشه، دیواری که اون نقاشی روش قرار میگیره زنانه میشه و در یک رابطه زنانه و چرخه‌ای سیستم های مردانه رو مورد یورش قرار میده. در اینجا جنگ بر سر زنان و مردان نیست، بر سر دو کانسپته که یکی از این دو کانسپت، یکی از این دو مفهوم، مفهوم بیولوژیک زندگی و حیات که حاملش در طول چند میلیون سال زنان بودن، هم حامل بیولوژیکش و هم هرچه بیشتر و بیشتر حامل فرهنگش، و یکی مرگ، نه به عنوان مرگ درد، نه به عنوان مکانیزم های پیوسته به زندگی، چون اگر به عنوان این مکانیزم ها در نظر بگیریم این هم جزی از زندگی هم. بلکه وقتی ما مرگ رو میسازیم، وقتی درد رو میسازیم، اینها بر اساس ساختارهای مردانه به وجود آمده که یک انحراف فرهنگی و بیولوژیک هستش. به این دلیل ساده که همه شما میدونید ما آشپزی رو ابداع کردیم. آشپزی یعنی چی؟ چرا جانوران آشپزی ندارن؟ به دلیل اینکه آشپزی یعنی ما موقعیت بیولوژیک خودمون رو زیر سوال بردیم، چون در موقعیت بیولوژیک چیزهایی رو که ما میخوریم نمیتونیم الان بخوریم بدون آشپزی.
گوشت رو ما باید بپزیم. پختن یک، به قول لویس راس، یک عمل کاملا بیولوژیکی، کاملا فرهنگیه. ما جانوران گوشتخوار نیستیم، بنابراین فقط میتونیم گوشت رو در زمانی بخوریم که یا اون رو که اون رو دفرمه کنیم، اون رو دیکامپوز کنیم، یعنی ترکیبش رو از بین ببریم، یا بگندونیم یا بپزیم و تا بتونیم اون رو بخوریم. این در آن واحد یک انحراف بیولوژیک بوده و یک انحراف فرهنگی بوده. زنان مجبور بودن در طول چند میلیون سال، نه لزوما بر اساس اراده خودشون، بلکه باز بر اساس اراده حیات، برای که تمام زنان، زنان بودن که باید حیات رو باز تولید میکردن، مجبور بودن حامل چی باشن؟ حامل اون جنبه هایی از روح انسانی باشن که انسان رو هنوز به طبیعت وصل میکنه. به همین جهت هستش که من نتیجه میگیرم و صحبتم رو تموم کنم، به همین جهت هستش که در حال حاضرم در دنیا و نه فقط در ایران، تنها شانسی که وجود داره برای اینکه موجود انسانی به طرف آخرین قدم نره، که این آخرین قدم چیه که کاملا هم قابل تصوره، از بین رفتن گونه است، یعنی گونه انسانی. اصلا چیز غیر قابل تصوری نیست. برای اینکه حالا یه مقداری تصورتون روشن باشه از بین رفتن گونه، ما میدونید که صدها میلیون گونه داریم. اصل در طبیعت بر از بین رفتن گونه ها بوده. از گونه هایی که روی کره زمین بوده، بیشتر از 80-90% از بین رفتن. فقط دایناسورا نبودن که از بین رفتن، 80-90% گونه ها از بین رفتن. چرا انسان نباید از بین بره؟ هیچ دلیلی وجود نداره که از بین نره. چرا انسان باید از بین بره؟ همه ی دلایل عالم وجود داره. برای اینکه این موجود از 4 میلیارد سال که حیات وجود داره، 4 میلیون سال بیشتر حضور نداشته، در این 4 میلیون سال و از اون 4 میلیون سال در این 4000 سال اینقدر تخریب کرده طبیعتو که هیچ گونه ای در کل تاریخ حیات چنین کاری نکرده. بنابراین اگر بخوایم اخلاقی بررسی کنیم، میتونیم حکم به این بدیم که انسان‌ها همه باید خودکشی کنن برای نجات طبیعت. این گونه، گونه خطرناکی است. این گونه ای هستش که طبیعت رو تهدید میکنه، تمام گونه های دیگر رو تهدید میکنه و این گونه ایه که خودش رو هم تهدید میکنه. در قرن بیستم انسان‌ها 300 میلیون نفر رو کشتن دادن، از خودشون 300 میلیون نفر رو کشتن دادن. من از کشتارگاه های بزرگی صحبت نمی کنم که آدم ها درست کردن که تمام جانوران عالم رو میفرستن توش که بعدش بخورن. من از خودشون صحبت میکنم. 300 میلیون، چنین چیزی در هیچ گونه ای در تاریخ بیولوژی وجود نداره. چنین کشتار درون گونه ای کاملا خارج از ذهن. بنابراین اینکه یک انسان شناس علیه انسان صحبت بکنه، خب یه مقدار عجیبه، در این مسئله جای شکی نیست، ولی خب منم اینو به شکل قاطع نمیگم. میگم هنوز یک کورسویی وجود داره برای اینکه قدم آخر رو انسان بر نداره. اما این کورسو فقط و فقط میتونه از خلال زنانه شدن جهان اتفاق بیفته. من گفتگوی دارم با همین عنوان، زنانه شدن جهان آلترناتیوی در برابر خشونت، ساختارهای خشونت مردانه. گفتگوی بسیار مفصلی هستش که میتونید به اون رجوع کنید. این شاید 10 سال پیش من انجام دادم و میبینید که این یک بحث بسیار طولانی هستش که در حقیقت زنانه شدن جهان در اینجا به معنای آسکسوال شدن یا کنار گذاشتن یک جنس به نفع جنس دیگه نیست، بلکه به معنای برگشت انسانه به موقعیتی که بیولوژی در چرخه های طبیعی خودش براش قائل شده، یعنی موجودی که در زندگی خودش رو تعریف کنه نه در مرگ، موجودی که لذت رو در لذت جستجو کنه نه در درد. و بنابراین من 10 دقیقه از وقت خودم بیشتر صحبت کردم، حالا خانم علی مددی که این همه 4 ماه دنبال این است که من بیاره اینجا، در یک نقش مردانه قرار گرفته که جلوی من رو بگیره، منتها خب نمیتونه جلوی من رو